رقبای سیاسی دولت آمریکا با برنامه خروج نظامیان این کشور از افغانستان مخالفند. جمهوری خواهان در این کشور باور دارند که بیرون رفتن نیروهای آمریکایی در سال آینده یک اشتباه است. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است که برنامه خروج نظامیان خود را از سال آینده آغاز می کند. با آنکه مقام ها در دولت با این تصمیم کاخ سفید موافقند، اما این نظر در افغانستان نیز مخالفان جدید خود را دارد. 9 سال حمله و جنگ و گریز، اما کار به جایی که باید می رسید نرسید است و برخلاف طالبان به پیروزی امیدوارترند. حال دولت اوباما می خواهد دقیقاً 1 سال بعد روند خروج تدریجی نظامیان خود را از افغانستان آغاز کند و فرمانده جدید ناتو نیز با این نظر موافق است. اما در امریکا وضعیت به گونه دیگر است. جمهوری خواهان می گویند برنامه خروج نظامیان امریکا از افغانستان بر اساس جدول زمانی که کاخ سفید تعیین کرده با واقعیت ها برابر نیست. دولت افغانستان هم برخلاف نگرانی هایی که پیش از این داشت، اکنون از این تصمیم دولت امریکا راضی به نظر می رسد. آرزوی ما بوده که یک روزی به جایگاه برسیم که جامعه جهانی اعلان کنه که ما خروج خود آغاز کردیم و این خروج یا این روند طور ادامه پیدا کنه و پایان برسه که افغان ها ظرفیت پیدا کنن که کل مسئولیت به عهده بگیرن. لذا قابل تشویش نیست، بلکه جای خوشحالی هم هست. رهبران حزب جمهوری خواه امریکا میگویند تصمیم اوباما برای خروج از افغانستان در سال آینده اشتباه است و تقویت طالبان را در پی دارد. شماری از تحلیلگران سیاسی در افغانستان هم با این نظر موافقند. اگر دولت ما در وضعیت کنونی قرار داشته باشه، ضعیف باشه و همچنان دچار درگیری ها و بحران های داخلی باشه و قدرت عمل نداشته باشه، بله با رفتن نیروهای خارجی و حداقل با خروج بخش از این نیروها، مخالفین مسلح و طالبا قدرت عمل بیشتر پیدا میکنه و یک چالش و نگرانی است. جان مکین و لینزی گراهام، دو عضو ارشد حزب جمهوری خواه، ضمن بازدید از کابل تاکید دارند که برنامه خروج نظامیان آمریکایی باید متناسب با شرایط افغانستان برنامه ریزی شود. با این وجود تاکید کاخ سفید و فرماندهان نظامی آمریکا به برنامه از پیش تعیین شده با پرسش های همراه است. با این حال سفیر افغانستان در آمریکا نیز از روند خروج زود هنگام نظامیان آمریکا نگران است. اگر بیش از حد بر جدول زمانی که بر واقعیت‌ها استوار نیست تأکید شود، دشمن بسیار جسورتر و جنگ طولانی‌تر خواهد شد. این در حال است که روند اعزام 30,000 نظامی تازه نفس آمریکا به افغانستان تا کنون تکمیل نشده. با این هم فرمانده جدید ناتو قول پیروزی داده است. در مقابل طالبان نیز با توجه به اعلام خروج نظامیان آمریکا از افغانستان می‌گویند آنها هم به پیروزی امیدوارند. مقام های کاخ سفید از دولت مردان افغانستان می خواهد تا بار مسئولیت ها را خودشان به دوش گیرند. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا از استراتژی نظامی این کشور در افغانستان به شدت دفاع کرده و گفته است که ما برای همیشه در افغانستان نیستیم. آقای بایدن تأکید کرده است که آمریکا نمیتواند امنیت افغانستان را بیش از زمانی که افغان ها بخواهند تامین کنند. بایدن این اظهارات را در واکنش به انتقاد جمهوری خواهان از تعیین زمان برای روند خروج از افغانستان مطرح کرده است. اظهارات جو بایدن شاید پاسخ باشد به انتقاد جمهوری خواهان. اعضای ارشد حزب جمهوری خواه تصمیم دولت امریکا برای خروج نیروهای این کشور در سال آینده میلادی را یک اشتباه خواندند. جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا اما میگوید این کشور نمیتواند مسئولیت های امنیتی افغانستان را بیش از زمانی که افغان ها بخواهند بر عهده داشته باشند. او از دولت افغانستان خواسته است تا خود بیشتر در بازی وارد شود، چون به گفته آقای بایدن امریکا نیامده تا برای همیشه در افغانستان باشد. اوباما با آغاز روند بازگشت نظامیان بر اساس جدول زمانی که تعیین کرده تاکید دارد و فرمانده او در افغانستان نیز با آقای اوباما هم نظر است. اظهارات ضد و نقیض جناح‌های رقیب در امریکا اما در کابل نشانه ای از سردرگمی آنان تعبیر می شود. امریکا در رابطه با افغانستان دچار یک سردرگمی است. به این معنا که جمهوری خواهان همونطوری که در دوران بوش
تأکید داشتن برای که جنگ باید ادامه پیدا کنه در افغانستان، حال هم آقای اوباما رو تحت فشار قرار دادن که باید جنگ دوام کنه. اما اوباما نظر به شرایط خاصی که در داخل ایالات متحده آمریکا هست و در عین حال پیچیدگی‌های وضع در افغانستان، خواهان این است که لااقل یک جدول زمانی برای خروج نیروها از افغانستان تعیین شود. این در حالی است که اعضای ارشد حزب جمهوری خواه آمریکا با تصمیم دولت آمریکا در این زمینه مخالفت کردند. جان مکین، جولی برمن و لینز گراهام در بازدید از افغانستان گفتند که تصمیم خروج اشتباه و سرانجام قدرتگیری القاعده را در پی خواهد داشت. اما معاون اوباما از تصمیم اعلام شده رئیس جمهور آمریکا دفاع کرده و بار مسئولیت را به دوش آقای کرزی گذاشته تا با فساد مبارزه کند و در آموزش نیروهای امنیتی دولتش نیز توجه بیشتر کند. اما به نظر نمی رسد که دولت بتواند مسئولیت سنگین دولتداری و تأمین امنیت را به تنهایی در مدت پیش بینی شده به عهده گیرد. در شرایط فعلی اگر ناگهان این بار به دوشش بیفته، من فکر می کنم که هرگز توانه نخواهد داشت، اما به تدریج این امکانات هست که خود عیار بسازن با شرایط. تحلیلگران سیاسی در افغانستان باور دارند که با توجه به شرایط موجود دولت نمی تواند بار مسئولیت های اصلی را خود به دوش گیرد. پس از کنارگیری مک‌کریستال از سمت فرماندهی ناتو در افغانستان، گمانه‌زنی های وجود داشت که تیم امنیتی آمریکا در قبال جنگ افغانستان دچار اختلافند. اما معاون رئیس جمهور آمریکا در جریان دیدارش از عراق گفت که اوباما و فرماندهان نظامی آمریکا در مأموریت افغانستان توافق نظر دارند. شماری از کارشناسان مسائل سیاسی عملکرد پارلمان را در رد وزرای پیشنهادی خلاف اصل شایسته سالاری و خلاف قانون اساسی می خوانند. اینکه نامزد وزیرای هزاره به دلیل کم بودن شمار نمایندگان این قوم در ولس جرگه رأی نیاوردند، از سوی تحلیلگران در تناقض با نظام دموکراسی خوانده شده است. آنان ادامه این روند را به زیان کشور و آینده سیاسی نظامی نوپای افغانستان می دانند. این نگرانی همزمان با عملکرد سه دور پارلمان با نامزد وزرای یک قوم صورت میگیرد. در سه دوره رأی اعتماد آنچه مشابه بود، یک مورد با آن هم رد شدن وزرای معرفی شده از قوم هزاره. شماری از کارشناسان مسائل سیاسی میگویند که ولس جرگه در این اقدام های خود موضعی واحد نگرفتند. به گفته آنان برخورد با نامزد وزرای هزاره در ولس جرگه خلاف شعار شایسته سالاری در خانه ملت بوده است. دیگه صلاحیت، شایستگی، عطا تقوا، پاکیزگی و اینا میار نیست. مثلا بیدی که جانداری شد شخصیت مثل آقای دانش اهم از لحاظ توانمندی خودش، تخصص خودش و هم از لحاظ پاکدامنی و پاکیزگی خودش یک فرد نمونه است. در همین کابینه نمونه است، اما همی آدم رد میشه. برای همه کس مای تعجب و تأسف است و برای من همچنون. آقای اخگر دلیل اساسی رای نیاوردن دنامزد وزیر هزاره در سه دوره رای اعتماد را ناشی از تعصبات قومی در داخل ولس جرگه اینمان میکند. نبود حتی یک وزیر هزاره در کابینه حکومت از سوی کارشناسان مخالف قانون اساسی و معاهده بون خوانده شده است. بر اساس معاهده بون که پایه دولت بر آن استوار است، هزاره ها 20% حق حضور در نهادهای دولتی را دارا است و این حق با واژه مشارکت ملی اقوام در قانون اساسی کشور ضمانت شده است. شماری از کارشناسان مسائل سیاسی برخورد پارلمان را با وزرای هزاره خلاف دموکراسی و عدالت اجتماعی می خواند. ما نمیتونیم با دموکراسی حقوق اقلیت‌ها را نقض کنیم. ما نمیتونیم با رأی اکثریت عدالت نقض کنیم. ما نمیتونیم با رأی اکثریت و از طریق رأی اکثریت حقوق بشر نقض کنیم. رأی نیاوردن وکلای هزاره این مخالف عدالت است. مخالف مصالح کلی کشور است. مخالف حقوق برابر اقوام است. آقای حلیمی میگوید عملکرد اخیر پارلمان سبب بروز چالشی در درون دولت شده که اگر به موقع جلوی آن گرفته نشود ممکن است به بحران تبدیل شود. با این حال این نگرانی نیز وجود دارد که ادامه این روند آینده سیاسی کشور را با دشواری های پیش بینی ناشده روبرو کند.